سلام و وقتتان بخیر. به برنامه آغاز روز خوش آمدید. من زهرا صدیقی با شما هستم. چهره های سیاسی بیرون حکومتی روی طرح تازه از بحر هماهنگی تلاش های صلح و نیز گفتگوهای رودرو با طالبان کار می کنند. این چهره های سیاسی با محوریت حامد کرزی که چندین نشست خودی را برگزار کردند، باور دارند که برای نتیجه بخش شدن گفتگوهای صلح حکومت باید پیش شرط غیر عملیش را کنار بگذارد و روی یک هیئت فراگیر مذاکره کننده با سیاسیون کشور تفاهم کند. و گزارش هم بیننده باشین، دوباره برمیگردیم. چون معاون شورای عالی صلح و یکی از فعالان روند صلح میگوید که شماری از چهره های سیاسی به محوریت حامد کرزی از چند روز بدین سو درباره طرحی کار میکنند تا بر بنیاد آن حکومت و سیاسیون با دید واحد با طالبان وارد مذاکره شوند. برای هماهنگی طرحها و هم اگر ضرورت شد که لیست برای مذاکرات خواسته شود، دیگه این مردمی که جمع میشن اینا لیست خود ترتیب خواهد کردن و این کوشش هم میشه که با دولت یک جای باشه. سیاسیون میخواه که خود از این ملامتی بکشه که میگن شما مردم افغانستان چیز نمیشین. بخش دیگر از تلاش های این چهره های سیاسی این است تا هیئتی را متشکل از نمایندگان حکومت و چهره های سیاسی برای پیشبرد گفتگوهای صلح با طالبان شکل بدهند. نمیتونه تا حکومت تا عاقبت در برابر یک پروسی و امر بسیار بزرگ ملی خواست خود که او عملی نیست. حکومت را یا ملت در برابر یک جنگ دائمی قرار بده. سرانجام وادار میشن. پیشتر زلمه خلیلزاد فرستاده آمریکا برای صلح افغانستان در سفرش به کابل و در دیدار با رهبران حکومت و چهره های سیاسی افغان هم گفت که گفتگوهای صلح افغانستان به یک مرحله مهم نزدیک می شود. گفت که وقتی ما به طالبا این در سر میز ماندیم که در وقتی که معاهده امضا می شه باید چند روز پیشترش آتش بس شود. اگر آتش بس نباشه باید خشونت کم شود که مردم محسوس کنه. دیگه گفتن وا گفتن که ما امی صلاحیت نداریم، ما امرای کلانه خود مشوره میکنیم. دیگه تعالی گفت ما منتظر جواب امون مشوره ایشان هستیم. در حال حاضر گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان متوقف است و طالبان درباره خواست آمریکا مبنی بر چگونگی برقراری آتش بس و کاهش خشونت ها پیش از امضای توافقنامه صلح با رهبرانشان مشوره می کنند. منابع می گویند که خلیلزاد گفته اگر طالبان تن به آتش بس و کاهش خشونت ها ندهند، گفتگوهای صلح بار دیگر برهم خواهد خورد. مهمانی که در بس با خود داریم آقای خان محمد خان، عضو ولیسی جرگه. آقای محمد خان، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. سلامت باشید. به نظرتان این طرحی را که سیاسیون در نظر گرفتن چگونه یک طرح خواهد بود و چقدر میتونه که تاثیرات مثبت داشته باشه به خاطر آمدن صلح در افغانستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لوی مهربان او تلپاتې خدای په نامه آرینا نیوز ټولو تخنیکی کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. افغانستان د ټول افغانانو ګډ کور دی. هر څوک په افغانستان کې خاصتاً هغه سیاسي څیرې چې په خپل وخت کې مدیریت کړی، ماموریت یې کړی، په افغانستان کې قربانۍ ورکړي دي، نو دوی هر یو په خپل ځای کې دوی خپل د خاصتاً د سولې په رابطه باندې دوی خپل ځای لري. نو خاصتاً هغه څیرې چې واقعاً په ټول د تاریخ کې افغانستان کې قربانۍ ورکړي، د افغانستان د خلکو سره په غم او درد کې شریک وو، نو دوی واقعاً د سولې په برخه کې دوی خپل ځای لري، کولای شي چې پر سولې په خبرو کې دوی یو مثبت رول ولوبوي. بله، به نظرتان این طرح چگونه یک طرح خواهد بود؟ قرار است که سیاسیون این طرح شکل بدن به خاطر آمدن صلح در افغانستان؟ دلته سیاسیون ما باندې کې توفیر شته، فرق شته په کې. بعضی سیاسیون دی واقعا چې د افغانستان لپاره ښه راتلونکی لري، واقعا د افغانستان لپاره یوه ښه طرحه لري، خو دا د خپل مسؤلیت په چوکاټ کې
کدی د خپل نظریات د پیلنی حکومت سره چې د افغانستان د خلکو نمائندگی کولی شي د خپل طرح او نظریات د مرکزی حکومت سره شریکی ځکه چې دا مسله د ټول افغانانو مسله ده خاصتا نن سبا په دې شرایطو کې یوازینی ځوابګوی ملت افغان حکومت دی ځکه چې افغان حکومت ولس ورباندې باور کړی ورباندې اعتماد کړی یوازې حکومت کولی شي چې د سولې موقف وي که نور داسې ملي مسایل وي د خپل موقف ونیسي او د افغانستان د خلکو لپاره ځوابګوی دی سیاسون هم کولی شي چې خپل نظریات خپلې طرحې د افغان حکومت سره شریکي تر څو هدف یو ځای وي موضوع یو ځای وي ګډه مسله پر مخ لاړ شي بله آقای محمد خان این که شماری از چهره ها با محوریت احمد کرزی میگن که طالبان حاضر نیستن که با حکومت گفتگو کنن آیا چنین هست تروسه پر دا خبره معلومه نه ده چې طالبانو به ویلي چې موږ د افغان حکومت سره نکینو نو دغه امید کرځم ته تیرې ورځې پورې د افغان حکومت رئیس جمهور و د افغانستان حکومت نمایندګي کولی شي دغه طرحه چې نن دی لري یا د ده په څنګ کې چې کوم سیاسون راټولي ده د تیر حکومت مامورین دي نو کومې طرحې چې نن سبا دی لري نو دی په خپل وخت د خپل وخت ماموریت په وخت کې دا موضوع ګیري نیوله تر دې نه هغه وخت که چانس هم وه د افغان حکومت مخالفین بار بار د تیر حکومت چې رهبري حامد کرزي کوله ورته لیواله او بار بار دې ته اولونه راولېږل چې موږ د جنګ نه خسته شوي یوازې موږ ته په افغانستان کې د ژوند کولو ځای راکوي نور موږ د سیاست نه د هر څه نه لرې پاتې شي پکار دي زموږ سر په امن وي زموږ مال په امن وي او موږ یو خپل ازانه د ژوند وکړو نو په هغو وخت کې دغه طرحه چې نن سبا دې مخته کړې ده نو په وخت کې دا طرحه ولې دې نه وړه کوله خو اوس موږ دې ټولو ته احترام لرو دا که حامد کرزی د کنور سیاسي څېرې دي دی د خپلې طرحې خپل وړاندیزونه خپله مفکوره د مرکزي حکومت سره چټک کړي تر څو موږ یوې پایداره یوه تلپاتې سولې ته ورسیږو بله به نظرتون چرا یک اجماع داخلي بین سیاسیون و حکومت دیده نمیشه چنانچه حکومت بارها تاکید میکنه که پراکندگی هایی که در کشور وجود داره بخاطرش همی سیاسیون است چون اینا بیشتر بخاطر منافع شخصی خود فکر میکنن آیا چنین هست؟ د وخت ما خپل خبرو کې اشاره ورته وکړه چې سیاسون یا زموږ رهبران یا هغه مطرح څېرې چې نن سبا په سیاست کې ځان لوبوي په دې کې ډېر توپیر شته بعضې سیاسي څېرې دي چې واقعیا د افغانستان لپاره د افغانستان د ولس لپاره د افغانستان د خپلواکۍ لپاره د افغانستان د بقا لپاره ښه طرحه لري ښه نظر لري ښه فکر ورته لري چې شپه ورځ په همدې تپ په تلاش کې دي چې څو خپل ایماني وجداني خپل افغاني مسؤلیت راپکوي بعضې څېرې دي چې د خپلو شخصي اهدافو په خاطر باندې تر نن ورځې پورې همدغو سولې ته ننګونې پیدا کړي مشکلات یې ورته پیدا کړي دي نه غواړي چې ځکه په همدغو حالات کې دوی خپل شخصي ګټې ویني نه غواړي چې افغانستان یوې پایدارې یو تلپاتې سولې ته راشي ځکه که په افغانستان کې سرتاسري سوله راشي امن راشي د دې د پیلانای وضعیت د پیلاني امکانات چې هست چرا یک اجماع داخلي در کشور وجود نداره چرا اینا بین خود جور نمیآید د سیدی مشکل نشته مرکزی حکومت د سیاسون دی ټولی د افغانستان خلک دی واقعا موږ ټول ته احترام درو نو موږ دې څخه هیله ده که سیاسي چری دی کوم شان دی کوم مرکزی حکومت دی مرکزی حکومت هم همدغه مسولیت دی تر څو ولس په دې باندې اعتماد کړی دا که سیاسي چری دی کان ولس دی دی بعد خلکو ته زمینه برابره کړي د خلکو طرحې واوري د خلکو نظرونه واوري یوه ملي اجماع رامابین ته شي همدغس ملي اجماع رامابین ته شو لکه تقریبا یو کال مخکې چې لویه جرګه رامابین ته شوه د افغانستان ملي څېرې سیاسي څېرې ټولې پکې راټول شوې دی خپل نظریات د مرکزی حکومت سره شریک کړل چې موږ کولی شو چې په دغه لاره باندې مخته لاړه شو همدغه به داسې یوه پایداره تلپاتې سوله لري چې په راتلونکي کې افغانستان د افغانستان خلک د سولې په د امن په پا پاداکې خپل ژوند وکړي بله دید طالبان به خطر آمدن سال در افغانستان چیگونه فکر میکنین آیا اینا خواهان سال در افغانستان هستند یکی از شرایط حکومت هم آتش بس است حتی گفته شده که باید آتش بس پیش از گفتگو باید آغاز شود فکر میکنین که موافقت شود دلته موږ د سولې خبرې لکه نن سبا چې دي یوې خواته اندېښنې هم شته دي او بلې خواته خوشبیني هم شته دي مثال په توګه که درته ووایم افغان ولس دې ته په تمه وو چې د سولې خبرې او انتخابات موازي مخته لاړ شي یو ځای مخته لاړ شي مګم دلته اوس تر سولې خبرې نه انتخابات مخته شول خپله انتخابات هم په سولې په خبرو باندې یو څه مثبت او منفي رول لري
طالبان واقع طالبان کې فرش لري چې یو هغه افغان هغه طالبان دي چې افغان طالبان دي د وطن بچان دي په وطن کې روزل شوی دي دلته بعضو مثالو کې مشکلات ورته پیدا شوی ستونزې ورته پیدا شوی دي کورونه ړنګ شوی دي مال غصب شوی دي جایداد غصب شوی دي یو رقم دی حکومت نه یا متنفر شوی دي د دې خبرو ته په خپل وخت او زمان کې جواب نه دی ویل شوی نو دا همدغه طالبان که واقعا دوی سر مال په امن شي دي و افغان په صفت باندې ورته وکتلی شي ځکه چې په حکومت کې ورته ونډه ورکړلی شي ځکه د وطن بچان دي نو د دې راتګ سولې ته واقعا که دی هم د دغو خبرو په ځای کې چې نن سبا دوی اولیت امریکانو ته ورکړی دی چې موږ د امریکانو څخه خبرې ته کینو دوی په د خپلو نظریاتو کې یا په خپله مفکوره کې لږ فرق راولي ځکه چې افغانان د دې بچان دي افغانان د دې ورونه دي امریکان به نن وي یا به سبا یا 15 کاله وي دی ځي مګم د دې ژوند او زندګي دی وطن دی نو که واقعا دوی سره هغه افغاني احساس وي واقعا د افغانستان په ولس باندې زړه خوږیږي د افغانستان پیلنی وضعیت چې نن سبا ته هر وخت ترینګلی دی که د سیاسي وضعیت دی که اقتصادي وضعیت دی که امنیتي وضعیت دی دوی هم د دې وطن بچان دي په افغان ولس باندې باید زړه وخوږوي اولیت ورکی بین افغانی مذاکرات در تصمیم میفاده آقای محمد خان بس چرا طالبان از یک طرف از پروسه های صلح حرف میزنند از طرف دیگر اینا حملات خانه بیشتر جریان میتن مثلا شاهد نبرد هایی که در ولایات جریان دارد و حملات اخیر که در بکران صورت گرفت از یک طرف اینا از صلح حرف میزنند و از طرف دیگر اینا حملاتشان بیشتر شده میره دلیل از چی هست؟ هم دقا مثال دی چه افغان ولس تروس پوری دقاسی مثال نداری پاتی شوی که طالبان وایي چې موږ سوله غواړو یا سوله نه غواړو دا تر اوسه پورې د افغان ولس سره مخامخ نه دي ناست دی تر اوسه پورې چې مذاکرات کړي امریکانو سره یې کړي یوازینی یوه ګونګ مسله چې ده همدغه ده چې افغان ولس ته سوال انګیزه ده چې څه روان دي تر اوسه پورې وخت نا وخت په انتخاباتو کې سولې په خبرو کې یو ډېر پیشرفت وشي بلس بیا د یو ټکاو سره د یو مشکل سره مخامخ شي نو که دغه جریان یا دغه د سولې مذاکرات د افغان ولس سره شریکي شوی ځکه ته هر څه درد افغانان اسکوي ته هر څه نن سبا چې زیات توان رسیږي افغانانو ته رسیږي نو ځکه هر چا نن سبا اولیت یا ضرورت نن سبا افغانان لري نه امریکان دا خپل وضعیت امریکانو دغه سترینګل را وسره دی گپ هم همین جاست پس چرا اینا حاضر نمیشن که با حکومت مستقیما گفتگو کنن و همین مسئله را حل کنن چون این چی در گزارش هم داشتیم که سیاسیون هم به این هدف رسیدن یا به این گپ رسیدن که طالبان حاضر نیستن که با حکومت گفتگو کنن دلته لږ ستونزه مشکلات په دې کې طالبان همدغه سی وای دی وایندانی یا دی مشان د خبرې کوي چې موږ حکومت درلود موږ ته مشکلات امریکانو پیدا کړي امریکان راغله زموږ حکومت یې وپرځوه موږ ته مشکلات پیدا کړي په موږ یې جنګ وکړو په موږ یې وایي د موږ حکومت یوازینی څه چې مشکلات سره مخامخ کړو ته نن ورځ په موږ باندې عملیات کېږي بمبار آبادي کېږي نور مشکلات پیدا کوي دا امریکایان دي ځکه لوی عوامل د پردې شاته د افغانستان په سیاست کې په نورو مثالو کې امریکان رول لوبوي که زموږ مشکل اول د امریکانو سره حل شي ځکه چې دوی بایبر وایي چې هغه وخت موږ د افغانستان حکومت سره یا د افغانستان حکومت سره مذاکرات ته کینو چې بینالي قلاوې یا خارجي قلاوې د افغانستان څخه ووځي که موږ د افغان حکومت سره سوري ته لاړ شو نو دلته امریکانو بیا زمونږ د سوله یا زمونږ د رول بدلته څه وي نو دی اولی رای په کس زیات په خارجانو باندې کا چې څو خارجان د افغانستان څخه ووځي نور موږ د افغانستان حکومت سره په مابینی بین الافغاني مذاکراتو ته کینو بله مذاکرات که در قطر گفتگوهایی که جریان داره فکر میکنین که به یک نتیجه برسیم چنانچه ده دور که در رابطه با پروسه سال سپری شد نتیجه که باید میداشت نداشت حال چگونه فکر میکنین تفاوت این گفتگوها با دیگر گفتگوهایی که گذشت چه هست چقدر میتونه کی گفتگوها نتیجه بخش باشه دلتا دی وقت ما کمیته که تشریح که اندیکنیشتن خوشبینیشته ده اندیکنی دغه دی که د امریکان او طالبان په مابین کې اوربند وشي د افغانانو سره اوربند ونشي دا به هنوز جګړې ته جګړې په اور باندې به تیر واچوي جګړه به نور هم زیاته شي افغانان وژنه به پکې زیاته شي دا یوه بدبختي دومه مشکل دغه دی که چیرې د افغان حکومت د طالبانو او د امریکانو تر مابین اوربند وشي دا به اتلس کاله د امریکا په ماموریت سوال لاندې راولي دا دومې خبرې دریمه موضوع دغه ده چې
خوشبختی پدی کده چې نن سبا ته هر څه موږ سولې ته نږدې شوي یو ځکه سولې نهایي پړاو ته رسېدلی چې دی بله خوشبیني دغه ده که یوه ورځ جنګ بند شي اوربند وشي اقلا د سلو یا دو سو افغانانو ژوند به وروزل شي دا یې خوشبختي دي دغه مذاکرات چې نن سبا په قطر کې روان دي په دوحه کې روان دي دا ان مثبت اړخونه لري ان منفي اړخونه لري نو موږ ته هر څه نه طالبان باندې غږ کوو همدغسې چې دی بل مشکل په دغه ځای کې دی ستونزه په دغه ځای کې ده چې امریکانو طالبانو ویلي چې موږ به چې کله د امریکانو سره توافق ته ورسېږو خپله کوم توافق ته ورسېږو او لاړ به شو بین الافغاني خبرو ته بین الافغاني خبرو کې تر اوسه پورې وخت نه دی ټاکل شوی چې دغه بین الافغاني خبرې به د طالبانو د افغان حکومت تر مابین یوه میاشت وي یو کال به وي پنځه شپې وي څومره به وي نو دغه وخت هم په دې کې واضح شوی نه دی نو دغه هغه مشکلات دي چې افغان ولس اندېښنه ورسره لري په تشویش کې دی ورسره خو خوشبختی په دغه ځای کې ده چې موږ ورته هیله من یو افغان ولس ته نن سبا هر څه زیات ورته هیله من دی چې نن سبا د طالبانو او د امریکانو خبرې نهایي پړاو ته رسېدلې دي که چیرې افغان حکومت د توافق نه وروسته افغان حکومت او طالبان تر مابین څه کېني خدای ته امید شته دی چې افغان حکومت همدغه طالبان چې ته هر څه نه نن سبا د افغانستان درد خیز کولی شي دوی په خپل ولس باندې زړه وخوږوي دغه وضعیت چې نن سبا په افغانستان کې دی دا ته هر څه نه طالب ته هم ډېر معلوم دی افغان حکومت ته معلوم دی نه خارجانو ته نو خدای ته امید شته چې یوه سرتسري او تلپاتې سوله راشي تر څو دغه بدبخته جګړه چې یوازې پکې افغانان مري او ګټې بهرنیان ویني نو دې ته افغانان لږ لیواله دي او ورته خوشبینه دي بله آقای محمد خان نقش کشورهای منطقه به خاطر آمدن صلح در افغانستان چقدر میتونه که تاثیرات مثبت داشته باشه د منطقه هیوادونه خاصا زموږ همسایه ملکتونه د سولې په رابطه باندې مثبت رول هم لري مګم ته نن سبا متاسفانه د دې پر ځای باندې چې دی مثبت رول ولوبوي د افغانستان په جګړه کې د افغانستان په بدبختۍ کې د افغانستان په پاشلو کې دا زموږ همسایه ملکتونه دې په ځای چې موږ سره کومک او همکاري وکړي مګم موږ سره یې منفي رقابت کړی دی داسې یې کړي چې ته نن ورځې پورې زموږ په اور باندې دوی تیل شندلی دي موږ په اور ته دوی لرګی ورته اچولی دا که زموږ همسایه ملکتونه دي دا که ایران دی که پاکستان دی هر څه نه دی د افغانستان په جګړه کې لاس ډېر لري او د افغانستان په بړنګولو کې د افغانستان په بدبختۍ کې د افغانستان په دغه سیالته چې نن داسې اوسلی ده متاسفانه چې زموږ همسایګان راوسي بلې حال کشور پاکستان و ایران هم میگن که به خاطر آمدن صلح در افغانستان ما از پروسه حمایت میکنیم به نظرتان چقدر میتونه که حقیقت باشه که سیاست زینا در مقابل افغانستان تغییر کرده باشه و اینا واقعا صادقانه خواهان صلح در افغانستان باشن تنن وزی پوری خودی په خپل باندې وای مګم په حقیقت کې داسې نه دی یو شی دی موږ ته ثابت کړي چې دغه مثبت رول موږ د افغانستان په سوله کې لوبولی دی که دا پاکستان دی که ایران دی یو مثال دی موږ ته وکړي بار بار دی په خپلو خبرو کې دا تاکید کړی چې موږ په افغانستان کې تلپاتې سوله غواړو امن غواړو ورورولي غواړو یوه ښه همسایګي ورسره غواړو مګر متاسفانه چې د پردې شاته بل څه روان دي دی د افغانستان په جګړه کې خپلې منافع ویني دی د افغانستان په ړنګولو کې د افغانستان په بدبختۍ کې متاسفانه چې ډېر منفي فکر کوي همیشه کشورها یاد کردن که ما حمایت میکنیم از پروسه صلح اما دیده میشه که چون شما هم یادآوری کردین عملی نشده به نظرتان نامدن صلح در افغانستان نارامی ها ناامنی ها در افغانستان چی سود به کشورهای منطقه است مثل کشور پاکستان همسایه ما کشور ایران دی اینه غواړي چې افغانستان واقعا چې یو داسې هیواد دی چې من پی پکر کړی تر نن ورځې پورې تقریبا څلوېښت کاله په جګړه کې نه تنه دغه اوسنۍ جګړه څلوېښت کاله جګړه کې دی افغانستان ته بدبختانه چې د یوه همسایه ملک په سترګه نه دي کتلي د یو ورور ملک په سترګه نه دي کتلي تل یې د افغانستان جګړې ته لمن ویلې ده د افغانستان بدبختۍ ته لمن ویلې ده خو زموږ د دې څخه هیله ده چې تاسو د افغانستان په ورانولو کې خپل خیر نشته دغه اور چې نن سبا په افغانستان کې بل دی یوه ورځ به تاسو ته لمبه حتما نسي تاسو به هم سوځي نو ځکه چې نه غواړي همسایه ملکتونه چې افغانستان په پښو باندې ودرېږي د مثال په توګه که د افغانستان اقتصاد په پښو باندې ودرېږي د افغانستان صنعت په پښو باندې ودرېږي افغانستان واقعا د دوی د سوال څخه خلاص شي ځکه چې نن سبا
د پاکستان صنعتي توکي که د افغانستان صنعت په کو باندې ودرېږي دغه معیاري غیر استاندارد توکي به په کومې دنیا ته ځي ځکه بل ځای ته دی خپل توکي یا خپل مواد یا خپل تجارت صنعت نشي ورسره برابرولی. همدغسې نن سبا ایران هېڅکله نه غواړي چې په افغانستان کې یا خپلواک یو د اقتصاد نګاره په پښو ولاړ هېواد ودرېږي ځکه چې نن سبا د ټولې دنیا تاثیرات په دوی باندې دي. دوی نشي کولی چې خپل تولیدات یا خپل صنعتي مواد نوری دنیا ته صادر کړه. یوازینی څه چې دی بازار ګرم کړی د افغانستان دی چې خپل غیر معیاري خپل غیر قانوني او د توکي یوازینی د بازار ځای افغانستان دی چې خپل غیر استاندار او غیر قانوني مواد ټول افغانستان ته صادروي او د بازار ګرم کړی دی. به نظرتان باید کدام طرحها کدام برنامه ها در نظر گرفته شوه تا ما واقعا به یک صلح واقعی دست پیدا کنیم؟ نمرای د افغان حکومت نه او خاصه طالبانو څخه هیله ده چې ستاسو د وطن بچیان دي د هر څه نه ستاسو کور دلته دی ژوند هم دلته دی پامیل هم دلته دی دا ستاسو غیرت همدا وطن دی ستاسو مور ده ستاسو پلار دی. واقعا څومره هم چې په ځان باندې زړه خوږي همدومره په خپل اولاد باندې زړه خوږي همدومره په افغانانو باندې زړه خوږي راشئ د خپلو شخصي منافعو تیر شئ ځکه دا د افغانستان ګډ کور دی که افغانستان په پښو باندې ودرېږي افغانستان د دغه سیالت ته ورسېږي په دې کې ټول عزت دی هم د افغان حکومت عزت پکې خوندي دي او هم د طالبانو پکې عزت پکې خوندي دي یې دې څخه هم هیله همدغه ده. په دوم بخش کې باید مونږ دنیا ته د دې تضمین ورکړو خاصه همسایه ته ورکړو چې دی مونږ په جوړولو کې ستاسو خیر دی زمونږ په امن کې ستاسو امن دی زمونږ په عزت کې ستاسو عزت دی زمونږ په بې عزتۍ کې یا زمونږ په ړنګولو کې یا زمونږ په بیراني کې ستاسو خیر نشته ځکه دې ته باید اطمینان ورکړل شي. همدغسې نړیوالو ته اطمینان ورکړي چې افغانانو فرهنګ تاسو مطالعه کوي د افغانستان تاریخ تاسو مطالعه کوي افغانان چې دي ورورورۍ ژوند غواړي د ټولې دنیا سره نه تنها د همسایګانو سره دا که اسلامي نړۍ ده که کوپي نړۍ ده د خپل قانون په چوکاټ کې دوی غواړي چې د ټولې دنیا سره وروري په فضا کې ژوند ورکړي ځکه دا دنیا د مینې دنیا ده دا د محبت دنیا ده دا د انسانیت دنیا ده دا د افغاني فرهنګ دنیا ده چې موږ هېڅکله نه غواړو په تاریخ کې که چاته خیر نه وي رسېدلی شرم نه دی اوښتی. بله تشکر سلامت باشین. تشکر از حضورتان در برنامه آقای خان محمد خان عضو ولسی جرګه. دوباره خوش آمدین. ادامه برنامه آغاز روز است. تنش‌های انتخاباتی و مشکلات سکتور خصوصی. اتاق تجارت میگوید که از اثر مشکلات انتخاباتی سکتور خصوصی با مشکلات زیادی روبرو شده است. مهمانی که در بحث با خود داریم آقای سیام پسرلی کارشناس اقتصادی. آقای پسرلی خوش آمدین به برنامه. تشکر. زنده باشین. خوش باشین. تنش‌های انتخاباتی و تأخیر افتادن نتایج انتخابات چقدر تاثیرات منفی گذاشته بالای سکتور خصوصی کشور؟ تشکر. سلام بر شما و به همه بیندان عزیز و به همه شما بخیر. انتخابات در دیگه کشورا سبب یک تغییر مثبت میشه، سبب رشد میشه، سبب تحول و انکشاف میشه. در افغانستان بدبختان انتخابات سبب بحران شدن. فعلا شما ببینید وضعیت خیلی بحرانی است. ما جوانان افغانستان امید داریم، تلاش میکنیم که شب و روز کار کنیم تا افغانستان آباد بسازیم، با پای خود ساز شویم، کاروبار خود را آغاز کنیم، با مردم جای کار ایجاد کنیم، پیش بریم. ولی میبینیم که از طرف دیگه عواملی که هیچ در کنترل ما نیست سبب میشه تا ما نتانیم رشد کنیم و منظم پیش بریم. او عامل عامل بیرونی است که مثلا موضوعات امنیتی و انتخاباتی است. در سی ما بدبختانه سرمایه‌گذاری های خارجی خوب به هیچ صورت نبود. سرمایه‌گذاری بزرگ داخلی هم صفر است. سرمایه‌گذاری هایی که وجود داشت هم به طرف زوال روان هست، کم شده میره، بدبختانه با چالش های بسیار جدی روبرو است. موضوع دیگر این است که هیچ یک قرارداد تا به حال در سه ماه به امضا نرسیده. قراردادی که قسمی باشه که یک پروژه به سکتور خصوصی داده باشه، سکتور خصوصی را تطبیق کنند، یا خارجی هایی که در افغانستان هستند، ادارات غیر دولتی با سکتور خصوصی بیاین و
قرارداد کنن و تفاهم کنن و پیش برن، چون با آینده کشور تا زمانی که نتایج انتخابات معلوم نشوه. یعنی اینا بی‌باور هستن به اعلام نتایج انتخابات؟ بی‌باور هم هستن ولی بیخی مطمئن هم هستن. میبینین که ما سه ماه میشه که 15 میلیون نفره که رای داده، چیزی کم 10 الی 15 میلیون، ما ممکن زیاد گفته باشم، ما نمیتونیم که همه قرار آرا را منظم کنیم و نتیجه شو اعلان کنیم. و یا نتیجه را ما غیر اعلان میکنیم، یک قسم یک حراس داریم که ممکن وضعیت بحرانی شود. چرا باید قسم شود؟ حکومتداری خوب نمی هست، تامین عدالت نمی هست، تطبیق قانون نمی هست، این قوای سیگانه که در افغانستان فعالیت دارن، روز به روز کش و پش دارن و موتر دارن و زیری دارن و خانه دارن و دفتر دارن و سکرتر دارن و چی و امکانات دارن و معاشات میگیرن و مشاورین داخلی و خارجی دارن، آیا به می روز ما ششتیم؟ خب بیاین دیگه نتیجه را اعلان کنن. ادارات خارجی که در افغانستان هست همه باید منسجم شون، نتیجه را اعلان کنن، همه باید بپذیرن. کسی که نمیپذیره قانون باید تطبیق کنن از بالاش، او را منظم با ارگانای عدلی و قضایی باید معرفی کنن، قانون باید بالاشون تطبیق شوه. یک قسم نمیشه که سه ماه از انتخابات گذشته و نتیجهش تا به حال به ما اعلان نکرده و در نتیجه هم این قسم ما با یک وضعیت بحرانی روبرو هستیم. این خیلی کمر شکن هست، طاقت فرسا هست، کمر سکتور خصوصی را شکستانده، ماشین اقتصادی افغانستان متوقف از بدبختانه. تنها مسائل انتخابات هست یا مسائل دیگر هم هست که باعث شکستاندن یا مزدود شدن سکتورهای خصوصی یا با بحران کشیدن زینا شده؟ ما دو نوع مشکلات داریم در افغانستان. یکی مشکلات دائمی است و یکی هم مشکلات موقتی است. مشکلات دائمی مثلا نبود امنیت، مشکلات در قوانین، فساد اداری، این موضوعاتی است که 20-30 سال میشه که در افغانستان هست و مبارزه میکنیم و صحبت میکنیم و گپ میزنیم و داد میزنیم که مشکلات باید حل شوه. نه تنها این هست که حل نمیشه، زیاد شده هم میره. فساد زیاد شده. در چی هست؟ چرا حل نمیشه؟ مشکل در چی هست؟ مشکل هم من به مشکلات میام، به موضوع دوم میگم. موضوع دوم ما گفتم که دو مشکل وجود داره. مشکل دوم که مقطعی است یا موقتی است، مانند انتخابات، مانند وضعیت اضطراری، حکمت موقت، این چیزایی است که ما در گذشتان تجربه کردیم و حالی همی را تجربه کرده میریم که سه ماه میشه که در سه ماه نتیجه انتخابات اعلان نمیشه، در سه ماه یک پروژه بزرگ تطبیق میشه در افغانستان. اینا لیش میان با سوالش با چرا ما به این مشکلات روبرو هستیم؟ مشکل عمده در حکومتداری خوب هست، مدیریت سالم، حکومتداری خوب، قاطعیت در کارها و شفافیت هست. بدبختانه کسایی که در حکومت هستن مدیریت فوق‌العاده ندارن، حاکمیت و تمامان بالای خاک افغانستان را ندارن، تابع تمام شرایط و اوضاع بیرونی هستن. متوجه هستین چی میگم؟ تابع اوضاع و شرایط بیرونی هستند. از بیرون که چی میشه یا چیزایی که دستور داده میشه، مجبور هستند که تصامیم خود را مطابق با او تصامیم هم یک جا کرده پیش برن. در کل ضعف مدیریت هست که باید هر چیز زودتر در این بخش حکومت دست به کار شوه، با یک مدیریت فوق العاده خوب قوی به مارکت بیایه و این مشکلات را باید حل کنن. اگر مشکلات را حل نکنن مطمئن باشن که پول از افغانستان بیرون شده میره، مردم ما بیکار میشه، یک وقت مردم مجبور میشن که علیه حکومت سادگی کنن. امیال پول به ازبکستان، ایران، تاجیکستان، ترکمنستان و همچنان به دبی و پاکستان هم تو فرستاده میشه، از افغانستان پول انتقال میشه که در آنجا باید سرمایه گذاری کنن. یا مجبور هستن وقتی که مالشان مسئول نباشه، جانشان مسئول نباشه، سرشان مسئول نباشه، اولادشان مسئول نباشه، خیلی چرا باید یک قسمی کشوری که هیچ مسئولیت ندارن سرمایه گذاری کنن؟ فلیازا خواهش ما از حکومت ای است که ما با حکومت همکار هستیم، حکومت درست است که با ما نیاز دارد، مردم ما بر ما نیاز دارد، ولی ما هم با حکومت نیاز داریم، حکومت هم باید کارهای خود را به درستی پیش ببره. به نظرتان حکومت کدام طرحها، کدام برنامه ها را در نظر بگیره به خاطر حل مشکل این مسئله؟ موضوع انتخابات است، باید هر چیز تر حل شود، نتیجه اعلان شود. ما متحدین خارجی داریم،
با ایشان یک جلسه شته نتیجه باید اعلان شود. کسی که میپذیره در جزء حکومت باشه در می حکومت است، کسی که نمیپذیره مشکلات دارن، دلایلشون رو برشون، دلایلش قانع کننده بود باید جواب داده شود، اگر نشد معرفی کنن به ارگان عدلی و قضایی. او کار خودشان است که هر چیزی میکنن، ولی ما چی میخواهیم؟ ما امنیت میخواهیم، ما نتیجه خوب انتخابات را میخواهیم، ما ثبات سیاسی میخواهیم. بی ثبات سیاسی سبب میشه که هر چیز از بین ببره. ما موضوعات اقتصادی را بیشتر تحلیل میکنیم و تجزیه میکنیم، ولی موضوعات سیاسی دوستای هستن که تحلیل میکنن، بحث میکنن، به نتیجه هم میرسن. فعلا ما نیاز داریم که امی اوضاع بحرانی هر رقمی که میشه باید مدیریت شوه. بله خلاص. در 5 سال حکومت وحدت ملی در بخش سکتور خصوصی چقدر کارها صورت گرفته و اگر کارها صورت هم نگرفته باید صورت میرفت کدام کارها باید می بود؟ در 5 سال حکومت وحدت ملی بدبختانه بگم که به اساس تحقیقی که ما کردیم سرمایه‌گذاری خارجی در افغانستان صفر بوده. در 5 سال سرمایه‌گذاری های خارجی صورت نگرفته، اوضاع امنیتی بدتر شده، سرمایه‌گذاری کمتر شده، مردم بیشتر بیکار شدن. این دلیلش همین بود که حکومت به یک مسیر روان نبود و حکومت بیشتر در جنجالای سیاسی درونی خود مصروف بود، نتانستن که اموزمینی های خوبی را به سکتور خصوصی مهیا کنن. مثلا پروژه تاپی قرار بود که در سال 2018 تطبیق شود. بله. حال سال 2019 هست. 19 هم خلاص میشن، چند روز بعد 2020 میشه. در 2020 پروژه تاپی باید در افغانستان پیاده می بود، ما از نیش استفاده می کردیم. پروژه کاسای غذا رو نما قسم، پروژه توتاپ رو نما قسم، همینطور پروژه سرکای حلقوی که باید وصل می شدیم، سیستم مترو، سیستم ریل، این چیزا باید افغانستان ساخته می شد، زیربنا باید ساخته می شد، سرکا باید جور می شد، تنظیم میشد، ما در بخش های مختلف باید پیش میرفتیم، بخش صحت باید پیش میرفتیم، بخش تعلیم و تربیت پیش میرفتیم، بخش زراعت پیش میرفتیم، از معدن افغانستان باید استفاده میشد. این همه قوت هایی که ما داریم از این باید استفاده میکردیم. اما چنان از موقعیت استراتژیک افغانستان که وصل کننده دو حوزه بسیار بزرگ است، کشورهای آسیای مرکزی و آسیای میانه، باید ما این را وصل میکردیم. خویی بدبختانه فکر نمیکنین که پیشرفت های هم صورت گرفته؟ مثلا در بخش زعفران، در بخش جلغوزه که صادر به کشور چین شد و همچنان بهره برداری پروژه هایی که شما یاد کردین در 5 سال حکومت وحدت ملی، بهره برداری پروژه هایی که ما یاد کردیم نشده. در بخش زعفران چیزی نیست. 8 سال است، سال 8 است که زعفران در تمام دنیا، زعفران افغانستان مقام اول از خود میکنه. ما قبلا هم زعفران صادر میکردیم، زعفران از ما خراب نشده. ما هیچ وقت شکایت نکردیم که زعفران ما مارکت نداره. در گذشته هم مارکت داشت، حالی هم مارکت داره. جلغوزی ما قبلا هم مارکت داشت، حالی هم مارکت داره. این چیزی هست که زود از ما میخرن مردم. شما ببینید در 5 سال 10 سال گذشته شما ببینید ما از جلغوزه شکایت نکردیم که از سیب شکایت کردیم، چرا سیب ما فاسد شد؟ از انار شکایت کردیم، حالی هم شکایت کردیم. انار ما چرا فاسد شد از بین رفت؟ رومی ما چرا فاسد شد از بین رفت؟ کجاست سردخانه ما؟ کجاست که باید ما از استفاده کنیم؟ رومی را باید ما جو نگهداری کنیم؟ یا فابریکی کجاست که ما رومی را رب بسازیم و دوباره از افغانستان استفاده کنیم؟ ممت سیب ما، انار ما، انگور ما، خربوزه ما، تربوز ما، این موضوعات، این بخش معدن ما در 5 سال کدام معدن استفاده شد؟ فکر میکنین تمام ضعف در مدیریت هست که تا حال باید سرخانه هایی که باید وجود میداشت وجود نداره، تا حال ساخته نشده. خدا کنه که هر چی زودتر مشکلات سیاسی در افغانستان حل شوه، یک حکومت مقتدر در افغانستان بیایه، حکومت اکثره باشه، حکومتی که بتانه به تمام مانا آرزوهای خود را، پلانهای خود را تطبیق کنه در افغانستان. یک مشکل جدید 5 سال گذشته می بود که بیشتر حکومت در جنجالای داخلی سیاسی خود مصروف بود، در زدبان با رقیبای خود مصروف بودن، نتوانستن که پروژه بزرگ اقتصادی را در افغانستان تطبیق کنن. یک چالش بسیار جدی هست. توقع داریم که نتیجه انتخابات خوبتر و بهتر باشه، یک حکومت مقتدر با میان بیاید و حکومت کارا باشه، حکومت بتانه که امو پلانهایی که فعلا وجود داره و پلانهایی که از زمان سردار محمد داود خان به این طرف پلان شده به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان همش باید تطبیق شوه، به گونه درستی باید تطبیق شوه. سرمایه گذاری خارجی بیاین در افغانستان سرمایه گذاری کنن، سرمایه گذاری داخلی ما که فعلا در دبی و دیگر کشورها هستن بیاین به افغانستان سرمایه گذاری کنن، امنیت تامین شوه، حکومت داری خوب به میان بیاید. ما هم توقع ما اینمی است که در 5 سال گذشته بدبختانه ما ایره نداشتیم، ولی
خوش بگم که خوشبختانه که ای بار اقسم فکر میکنیم که ممکن حکومت دوساره نباشه، حکومت یک حکومت باشه، مقتدر باشه، ولی ما هنوز معلوم نیست، ببینیم که چه میشه. توقع دارم که از حکومت جدید اگر قرار شود که بیاید بعد از حال تنش هایی که فعلا وجود داره، باید کدام برنامه ها به خاطر رشد اقتصاد کشور در نظر گرفته شود، کدام پروژه ها در نظر گرفته شود؟ دو موضوع را بر شما میگم. یک موضوعی است که حکومت مکلف است که اهداف بزرگ ملل متحد را که به تمام کشورها ساخته به نام اهداف پایدار Sustainable Development Goals یا SDG، این Sustainable Development Goals خیلی مهم هست که این 17 بخش را گرفته، بخش صحت هست، تعلیم و تربیه هست، فرهنگ هست، زراعت هست، معدن هست، این بخش اقتصاد و زیربنا و صنعت و همه بخش ها را در بر گرفته، این را باید تطبیق کنن. دوم بخش تطبیق پروژه بزرگ مانند پروژه تاپی کاسه گذاری، پروژه که ما قبلا نام گرفتم، یا باید با گوری درستی در افغانستان تطبیق شود تا به مردم جای کار ایجاد شود. مطمئن باشین که اگر این پروژه در افغانستان تطبیق شود، ما با کارمند نیاز خواهد داشتیم که از پاکستان و ایران و دیگر کشورها کارمند به افغانستان وارد کنیم، از او استفاده کنیم. ما هم 34 میلیون نفر نیستیم، در 34 میلیون 15 میلیون ما جوان است، دیگه همش پیر است، کودک است، یک رقم دیگه رقم دی 15 میلیون هم که شما ببینین بسیار کم هست. این 15 میلیون ما میتونیم بسیار به آسانی برشان فرصت کار را ایجاد کنیم، ولی شرط از همین است که امنیت تامین شود، پروژه بزرگ تطبیق شود، سکتور خصوصی با پای خود ساز شود و با حکومت یک جا کار کنه، اشخاص که مافیایی برخورد میکنن حکومت باید قانون بالاشان تطبیق کنه، تجارت و کاروبار قانونی بیشتر رایج پیدا کنه، حکومت هم بتانه که از منابع مالیاتی خود را حمایه کنه، با پای خود ساز شود، در کل یک فضای فوق العاده مناسب برای کاروبار و همچنان برای تعلیم و تربیه و تحصیل در افغانستان مهیا شود تا مردم بتوانند رشد کنند، پیش برند. فعلا این قسم چیزی نیست، بدبختانه توقع داریم که مخالفین و همچنان طالبان بیاین با حکومت یک جا شوند، یک حکومت منظم ساخته شود، حکومتی که در آنجا حقوق و وجایب همه اتباع معلوم باشد، در یک فضای بسیار مناسب بتانیم ما زندگی خود را انجام بدیم. چرا ما انسان نیستیم؟ در امریکا مردم فوق العاده زندگی خوب دارند، در اروپا خوب زندگی دارند، در روسیه خوب زندگی دارند، و انسان هستند، مگر ما انسان نیستیم؟ ما حق زندگی را نداریم؟ ما هم داریم. ما میخوایم که پوهنتون بسیار خوب داشته باشیم و شفاخانه بسیار خوب داشته باشیم، اقتصاد بسیار خوب داشته باشیم، تعلیم و تحصیل ما بسیار خوب باشه، از منابع خود استفاده کنیم، سربلند باشیم، به هیچ چیز ما کار میکنیم. یه هدف ما و جانان فعلی ما که میبینم همه قسم اگر ما دارن منظم ما کار میکنیم. فعالیت از بزرگان ما توقع داریم که بیاین بشینن بعد سارخان که یک جا بشینیم صحبت کنیم، نان بخوریم، با هم کار کنیم، یک جای پیش بریم، وطن آباد کنیم. بله آقای پسرعلی، کشور ما یک کشور زراعتی هست، به نظرتان چقدر آگاهی های لازم بر دهقان داده شده؟ چقدر خواست های از اینا در نظر گرفته شده در این 5 سال حکومت وحدت ملی؟ بدون شک ما یک کشور زراعتی هستیم، ولی بیشتر از این ما یک کشور مدنی هستیم. مدنیت ما خیلی بالا هست که در بخش مدنیت اگر کار کنیم، ما فکر میکنم که به نسلای آینده ما حتی به نواسا و کروسی ما هم بحث میکنه. واضح زراعت بر شما میگم، در 5 سال حکومت وحدت ملی بعض کارهای خوب در بخش زراعت انجام شده، باید واقع بینانه صحبت کنیم. در بخش معدن کم صورت کار صورت گرفته، ولی در بخش زراعت باز کار صورت گرفته. مثلا ما شما بیشتر زعفران گفتین، تولید یک اندازه زیاد شده، جلغوزه رو گفتین تولید زیاد شده و فعلا سر مرکز پروسس جلغوزه کار میکنن. اما قسم در بخش تولید گندم که ما در افغانستان سالانه در حدود 6 میلیون تن گندم نیاز داریم، 4 میلیون شفیل ما در افغانستان تولید میکنیم، 2 میلیون تن گندم ما از کشورها به افغانستان وارد میکنیم. ما در افغانستان 65 میلیون هکتار زمین داریم، از 65 میلیون هکتار زمین ما 2 میلیون هکتار استفاده میکنیم، باقی ماندهش استفاده نمیشه. حکومت وحدت ملی یک اندازه بعضی پلانه بسیار خوبی را زیر دست داشت، کار کرد، مشخصا وزیر زراعت که ما تعقیب میکنم شانه، از نزدیک نمیشناسم ولی تعقیب میکنم شانه، که کارایشان بسیار خوب است، فعالیتشان بسیار خوب است، چیزی است که به مردم جای کار ایجاد کرده،
کردن و می محصولات زراعتی است که فعلا در کشورهای مختلف در دنیا یک اندازه نام افغانستان را بالا بردن. در بخش زراعت نسبت به سالهای گذشته کارهای صورت گرفته. ولی بعضی کارهای اساسی نیاز است. سفخانه‌های بسیار مهم باید ساخته شود، فرما باید ساخته شود. در بخش گوشت مرغ و تخم مرغ و لبنیات و همچنان این بخشایی که بخشای زراعتی ما فعلا هم به کشور وارداتی هستیم، وارد میکنیم. ما باید صادراتی شویم. ما زمین داریم، خاک داریم، نفوذ داریم، مردم با تجربه در بخش زراعت داریم. این همه باید قسم مدیریت شود که از این هم استفاده شود. آب داریم، یا را باید مدیریت کنیم تا مردم ما از این تمام منابع استفاده کنند. ما با پای خود استفاده شویم. یک وقت باشه که در ایران ما تولید خود را به فروش برسانیم، در هندوستان ما باید لبنیات خود را به فروش برسانیم. دیگه ما مطمئن هستیم که انشاءالله اگر حکومت مقتدر با میان بیایه، مردم ما مردم با همت هستن، با غیرت و با شهامت هستن، مردمی هستن که میخواین افغانستان جور شود، افغانستان را دوست دارن. انشاءالله که به طرف فیش میریم. خوبی همه برمیگرده به یک حکومت مقتدر. بله، ای که در بخش زراعت پیشرفت‌های نسبتاً صورت گرفته، پس چرا دلیل ازی چی هست که در بخش معدن صورت نگرفته؟ در بخش معدن اوضاع امنیتی خیلی بد است. مخالفین هم فعلا بالای معدن افغانستان حاکمیت دارن. سیوم پروژه‌ها و طرح‌های بسیار منظم وجود نداشت که بعد از معدن استفاده شود. در این چهار سال یا پنج سال حکومت وحدت ملی در بخش طرح و پلان و در این بخش‌ها زیاد کار کردند. ما توقع داریم که در حکومت بعدی بخیر از معدن افغانستان به گونه عملی استفاده شود. در وزارت معدن ظرفیت سازی شده. یک چیز بسیار خوب باشم بگم که در معدن ظرفیت سازی شده، اشخاص مجرب آمدن، اشخاصی که در بخش معدن میفهمن فعلا در راس هستن و وزیر قبلی هم تانست که خیلی تغییرات اختصاصی را در وزارت معدن به میان بیارن، خوب پیش برن. در بخش طرح و پلان و پالیسی و استراتژی و رودمپ و این چیزها بسیار خوب پیش رفتن. حال دیگه زمانی است که ما باید همین پلان ها و طرح ها را تطبیق کنیم. زمان عمل هست، اکشن. در بخش اکشن ببینیم که حکومت و نتیجه انتخابات چی میشه. در بخش اقتصاد برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت کدام است؟ کوتاه مدت که باید زودتر در نظر گرفته شود و عملی شود، و دراز مدت هم مشکلات تا جایی داره که تا اینا حل شود. خب همه فعالیت ها با این سه کاتگوری تطبیق تقسیم میشه. کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت. این که کدامش کوتاه مدت است، میان مدت است، دراز مدت یک موضوع بحثی بسیار بزرگ است. ولی چیزایی که ما میگیم همه چیز به اساس ضرورت ما میشه. چیزایی که خیلی مهم هست و زیاد ضرورت داریم و آسان از میتونیم زود تطبیق کنیم باید اولویت بیاید. مثلا رشد شرکت های کوچک، کاروبارهای کوچک، این خیلی رول مهم داره. در قدم دوم رشد کاربارهای متوسط، و در قدم سوم رشد کاربارهای بزرگ. این سه کاتگوری کاروبار و متشبثینی که هستن در افغانستان و مردم جای کار ایجاد میشه، ای از یک طرف رشد کنن، از طرف دیگه در تطبیق در تامین امنیت باید کار کنن. امنیت هر چی زودتر باید تامین شوه و حکومت پلان هایی که دارن باید با سکتور خصوصی، جامعه بین المللی مشترکن، با اساس اولویت بندی پیش برن. ما 11 اولویت سکتور خصوصی را به حکومت پیشنهاد کردیم. کوی 11 اولویت باید تا سال 2018 یا 2019 تطبیق میکردن. ولی بدبختانه دوام کمی کاستی ما هست، تانوز تطبیق نشده. امید داریم که اونمو هم تطبیق شود. او پلان هایی است که حکومت تیار داره، پلان هایی کوتاه مدت هست، باید هر چیز زودتر تطبیق کنه. مشخصا امنیت باید در اولویت قرار بدن، ثبات سیاسی در اولویت قرار بدن و تشویق سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را برای سرمایه گذاری ای هم در اولویت باید باشه. بله، تشکر، سلامت باشین. تشکر از حضورتان در برنامه آقای سیام پسرلی، کارشناس اقتصادی. خوش باشه. دوباره خوش آمدین. ادامه برنامه آغاز روز است. انتظارها به اعلام نتایج ابتدایی ریاست جمهوری. کمیسیون انتخابات میگوید که مواد بازشماری 7 ولایت به مرکز رسیده و به زودی نتایج اعلام خواهد شد. مهمانی که در بس با خود داریم آقای زبیح الله سادات، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات. آقای سادات، خوش آمدین به برنامه. بسیار زیاد شکر. سلام بر شما و به همه همکاران و کسانی که میل از ما از طریق تلویزیون آریانا بینند است. علیکم سلام. آقای سادات، ظاهرا دیده میشه که کمیسیون آمادگی میگیره به خاطر اعلام نتایج انتخابات.
بله، شما در جریان بودین. در هفت ولایت پروسه تفتیش و باشماری به مشکل روبرو شده بودن در حدود یک ماه. بعد از او تیم ثبات و همگرایی برای همکاران ما اجازه دادن تا در هفت ولایت هم پروسه تفتیش و باشماری تکمیل گردد. دیروز ریزلشت های ولایت بدخشان، فاریاب و بغلان هم به کمیسیون مرکزی مواصلات ورزیده و امروز همکاران ما کار میکنن تا اونا مراحل قانونی شتای نمایند که انتیک سکن است و انتریستن و بعد از او تطبیقات صورت میگیره و بعد از تطبیقات نتیجه ابتدای انتخابات ریاست جمهوری اعلان خواهد شد. بله، اینی مشخص هست روزش که باید کدام روز اعلام شود؟ انشالله که دیگه کارهای تخنیکی تمام است و کمیسیون آماده هستند تا نتیجه ابتدایی را برای مردم افغانستان شریک بسازه. فقط منتظر همی هفت ولایت بودیم که ریزلشت های از او در سیستم درد شوه و همچنان تطبیقات از او انجام شوه. فعلا امروز هم همکاران ما کار میکنن و تا ختم روز انشالله که موضوعات تخنیکیش تمام میسازه و بعد از او نتیجه ابتدایی اعلام خواهد شد. بله، تیم ثبات همگرایی به خاطر بازشماری 27 ولایت که گفته، کدام پاسخ برشان دادین؟ آیا اینها خواستار دوباره بازشماری 27 ولایت شدند؟ فکر میکنین که به نظرشان مشروعیت نداشته ای روند؟ محلاتی که باید تفتیش و باشماری می شدن و صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات بود به اساس ماده 86 قانون انتخابات، ما از همه ستادهای انتخاباتی رسما خواسته بودیم که ناظرین خود به کمیسیون معرفی نمایند تا از این روند اینا نظارت داشته باشند. بدبختانه اونا از این حق قانونی خود و یا هم از این امتیازی که قانون برشان داده استفاده نکرده و اکثریت تیمای انتخاباتی ناظرین خود روان کرده بودند، احزاب سیاسی، نهادهای ناظر و همچنان همکاران کمیسیون شکایات در پروسه همراه ما بودند. بار دیگر در 27 ولایت تفتیش و باشماری صورت نمیگیره، نه هم دیگه مردم افغانستانی حوصله را داره و نه هم کمیسیون مستقل انتخابات برای ازی وقت داره تا در 27 ولایت بار دیگر تفتیش و باشماری صورت بگیره. او پروسه تکمیل گردیده و امروز هم ریزلشت های سه ولایتی که تا حال درج سیستم نشده درج سیستم میشه و انشالله که نتیجه ابتدایی اعلان میشه. ما همیشه از همه ستادهای انتخاباتی وقت به وقت به گونه رسمی از اونا خواسته بودیم که ناظرین خود امرای ما در این پروسه روان کنند تا از این پروسه دقیق نظارت داشته باشند. تیم ثبات همگرایی دیگر همکاری ننمودند، در دیگر تیما بودند، همچنان احزاب سیاسی بودند، نهادهای ناظر در این پروسه نظارت خود داشتند و کمیسیون هم مکلف هستند که به زودترین فرصت دیگه نتیجه ابتدایی را برای مردم شریک بسازند. بله آقای سادات، ثبات همگاری میگه که سقف آرا مشخص نشده به خاطر 300 هزار را، آیا چنین هست یا سقف آرا جنجال برانگیز است این مسئله یا ای که نزد کمیسیون حل شده؟ سقف آرا مشخص بود در رابطه با 300 هزار آرا که بله 300 هزار آرا هم اونا خواهان ازی بودن که 300 هزار آرا باید باطل شود، اما کمیسیون به هیچ صورت هم نمیتونه که بدون از این که میکانیزما و طرز العمل و لوایح مد نظر گرفته شود رأی باطل بسازه و یا هم یک رأی اعتبار بده. ما مکلف بر تطبیق قانون هستیم، طرز العمل مشخص است و بر اساس از امو اگر باطل میشه بر اساس از امو طرز العمل است و یا هم اگر اعتبار داده میشه هم بر اساس امو طرز العمل. 300 هزار شما اشاره کردین، 137 هزار آرا معلومات بایومتریکی البته او معلوماتی بودن که از دیوایس احتیاطی استفاده شده. در این باره ما معلومات کافی برای هم ستادهای انتخاباتی دادیم، همچنان به ثبات و همگرایی و سوالات را از کمیسیون مطرح کرده بودن. به ده ها جلسه هم رایشان گرفتیم، جلسات تخنیکی، یک جلسه معلوماتی هم رایشان داشتیم که همه رسانه هم را به گونه زنده نشر میکرد و مردم افغانستان هم میدیدن. همچنان 102,000 که گزارش داده شده که قبل از وقت و بعد از وقت او را استفاده شده. بله. درباره از او هم کمیسیون به تفتیش ویژه روان کردن، بیشتر از 13,000 از او رفتن به تفتیش ویژه و در این بار یک خوبی هستن که رأی تعریف شده، رأی که معلومات بایومتریکی داشته باشند او رأی حساب میشه و رأی که معلومات بایومتریکی نداشته باشند به این صورت او را کسی حساب کرده نمیتونه. در 300 هزار رأی 2423 محل این بودن که اونا خواستار ازی بودن که ای هم باید باطل شود، اما کمیسیون 2423 محل هم به تفتیش ویژه روان کرده، 1179 محل آن باطل شد و
به تعداد دیگه محلات هم ممکن که امروز رهبری کمیسیون فیصله نماین و معلومات به مشکی نداشته باشند باطل میشوند. وقتی که ما اشاره میکنیم که این بار رای تعریف شده، مکانیزم مشخص است، هر رای که معلومات به مشکی داشته باشه حساب میشه و هر رای که معلومات به مشکی نداشته باشه حساب نمیشه. اونا خواستار از این بودن که پیش از اینکه شما به تفتیش برین ای آرا باید باطل شود، در حالی که کمیسیونی کار کرده نمیتونن و کمیسیون هم مکلف است که قانون تطبیق بسازه. به هر صورت کمیسیون کارهای تکنیکی خود تمام ساخته و انشالله که به زودترین فرصت نتیجه ابتدایی برای مردم شریک میسازه. ما از تیم ثبات همگرایی و دیگه هم کارا خواسته بودیم که مرجع شکایت مشخص است، میتونن امرای کمیسیون شکایت خود ثبت نماین. کمیسیون شکایت مسئولیت داره به همه شکایت ها رسیدگی کنه و بعد از اینکه نتیجه ابتدایی اعلان شود در 48 ساعت اونا میتونن که امرای کمیسیون شکایت خود ثبت نمایند. بله، به نظر تان این مشکل 300 هزار که باقی مانده قناعت بخش به تیم ثبات همگرایی نبوده و همچنان در 27 ولایت 500 محله که مشکل داره، چنانچه که یادآوری کردن خود از اونها، فکر میکنین که نتایج انتخابات قابل قبول باشه برای تیم ها؟ ما مکلف به تطبیق قانون انتخابات هستیم. در این انتخابات در آخر 14 کاندید ماندن و این خب معمول است که یک نفر برنده میشه و هر مردم افغانستان که سر هر کسی اعتماد کرده بودن، باور کرده بودن و برای پاک مردم هر کس تانستن رای مردم از آن خود بسازن، اما برنده این انتخابات خواهد بود. بسیار خوب خواهد بود که فرهنگ غلط را دیگه در افغانستان خاتمه بدیم که اگر ما برنده نباشم این پروسه را همه پروسه را زیر سوال میبرم و یا هم برای مقابل قبول نباشه. کمیسیون جوابده هستند بر اساس قانون به همه ستادهای انتخاباتی، به مردم افغانستان و این تعهد امرای مردم افغانستان، همکاران ما و رهبری کمیسیون مستقل انتخابات انجام داده که بر اساس آرای پاک مردم نتیجه ابتدایی اعلان خواهد شد. بله آقای صادق، پس چرا تیم های معترض همیشه تاکید بر این کردن که کمیسیون غیر قانونی عمل کرده و به نفع یک تیم مشخص کار میکنه؟ بدبختانه که تا امروز اونا هیچ اسنادی را هم ارائه نکرده، ثبوت را ارائه نکرده که کمیسیون به نفع یک تیم کار کرده باشد. شما در جریان بودین رهبری کمیسیون مستقل انتخابات کیا بودن؟ از طرف احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، نهادهای ناظر معرفی شدن، همین کاندیدان ریاست جمهوری بودن که هر کاندید رای برشان دادن، یعنی 18 کاندید بودن، هر کاندید یک رای حق داشتن. اینا به غیر از اینکه تهمت ببنده دیگه هیچ ثبوتی را نداره و اگر کدام اسناد و ثبوتی را داشته باشه امرای مردم افغانستان شریک بسازه، امرای رسانه محترم شریک بسازه تا مردم هم بدانه که کمیسیون به نفع احمد یا محمود کار میکنه. همیشه رهبری کمیسیون مستقل انتخاباتی اطمینان برای مردم افغانستان داده که برای ما کامیابی احمد محمود مهم نیست، برای ما موفقیت این پروسه مهم است و انشالله که به خاطر موفقیت این پروسه تا امروز همکاران ما شب و روز کار کردن تا بتانن این پروسه را به پختگی خود برسانند. بله آقای صادق، چندین بار نتایج ابتدایی انتخابات به تاخیر افتاد، حال کدام موانعی وجود نداره؟ مشکل 7 ولایت هم حل شده، فکر میکنین که به نفع کمیسیون کدام موانعی وجود نداره که نتایج اعلام کنه؟ انشالله که هیچ موانع قانونی وجود نداره که ما او باعث ازش شود که ما نتانیم نتیجه ابتدایی را اعلان کنیم. بدبختانه من همراه شما موافق هستم، چند بار ما نتانستیم نتیجه ابتدایی را برای مردم شریک بسازیم، اما علتهایش مشخص بود. شما در جریان بودین، در حدود یک ماه میشد که 7 ولایت اینا دروازهایشان را بسته کرده بودن، همکاران ما را اجازه نمیدادن و نماندن که در 7 ولایت تفتیش با شماری صورت بگیره. بعد از یک ماه همکاران ما را اجازه دادن و در حدود یک هفته در 7 ولایت هم 1379 محل تفتیش و باشماری شدن. پیش از او هم بعضی وقتا بعضی بهانه‌گیری ها یا مزاحمت ها ایجاد می شدن که او باعث از این می شدن که کمیسیون نتانن کارهای خود به وقت و زمان پیش ببره. قسمی که مسئولیت کمیسیون مستقل انتخابات مشخص است که مدیریت انتخابات و برگزاری انتخابات است، همچنان کاندیدان ریاست جمهوری هم مشخصن، مسئولیت های از اونها هم مشخص است، نهادهای مدنی، نهادهای ناظر، احزاب سیاسی، مسئولیت حکومت، همگی مسئولیت داره در قبال پروسه ملی. اگر همه نهادها مسئولیت های خود به گونه درست به وقت و زمان اجرا کنه هیچ مشکلی نخواهد پیش آمد. خب حالا ان شاء الله که
وعده را که امرای مردم افغانستان کرده بودیم که یک رأی شما سرنوشت ساز است و بر اساس آرای پاک مردم نتیجه ابتدای انتخابات ریاست جمهوری اعلان میشه، به زودترین فرصت انشالله ای تحقیق میاد. به نظر این تنش ها جنجال هایی که وجود داره اگر نتایج اعلام شود چی پیامد خواهد داشت؟ انشالله قبول به تیم های انتخاباتی خواهد بود؟ مجبور هستیم ما شما وقتی که در انتخابات شرکت می نماییم حتما به یک مرحله می رسیم که او اعلان نتیجه هستن، اگر نتیجه ابتدایی هستن و یا هم نتیجه نهایی هستن و حتما یک نفر برنده خواهد بود. حال کمیسیون مستقل انتخابات از همه کاندیدان محترم میخواین که بر اساس همو تفاهم نامه که امرای کمیسیون مستقل انتخابات اینا امضا کردن و تعهد نمودن که فیصله های کمیسیون مستقل انتخابات احترام میگذارن، قانون انتخابات، لوایح و طرز العمل را احترام میگذارن، به متعهد خود وفا نمایند و هر کسی که برنده انتخابات ریاست جمهوری بود بر اساس آرای پاک مردم برای از او در روز اول اعلان نتیجه تبریکی بتن و او فرهنگ غلطی را دیگه نقطه پایان بتن که اگر ما برنده نبودم همه پروسه را زیر سوال میبرم و این پروسه هیچ برای ما قابل از این استن که سرش اعتماد کنم و یا هم کوشش نهایی خودم میکنم که باز همه پروسه را با چالش رو برو کنم. بله آقای صادق، بعد از برگزاری انتخابات یعنی تیم های معترض هم چیزی نگفته بودن، اعتبار هم داشتن، اما بعدا بی اعتبار شدن بالای کمیسیونی که کمیسیون به نفع یک تیم کار میکنه و مدیریت مستقل بودن خطا حال حفظ نکرده، دلیلی چی هست؟ اول اعتبار داشتن بعدا بی اعتبار شده رفتن. ما پیشتر که اشاره داشتم که از روز برگزاری انتخابات بعد از او شما در جریان بودین که روز به روز مرحله ای پروسه اساس‌تر میشه، یعنی به نقطه میرسه که اعلان نتیجه ابتدایی میباشه. وقتی که به اعلان نتیجه ابتدایی میرسی حتما ای بار خواه همه کاندیدان محترم ریاست جمهوری هم یوزر داشتن، اونا همه موارد میدیدن که چقدر رأی داره. به او خاطر وقتی که مرحله اساس‌تر میشه اینا هم کوشش از این را دارن که یک رقمی پروسه را زیر سوال ببره. بدبختانه تا امروز هیچ سندی را اینا ارائه نکردن که کمیسیون به نفع کسی کار کرده باشه. برای کمیسیون نقشه ارائه را قانون وضع کرده. کمیسیون زیر فشارهای سیاسی قرار داشت؟ به هیچ صورت هم نه. کمیسیون به هیچ فشار تن نداده و نه هم تن میته نه هم به زر و زور. برای ما قانون انتخابات و همچنان طرز العمل و لوایح ورزش هستن و بر اساس از همون کمیسیون مستقل انتخابات پیش میرن و ای را انشالله به زودترین فرصت وقتی که نتیجه ابتدایی اعلان خواهد شد مردم افغانستان بارمن خواهد شد. یک همه هنگی هم دیده نمیشد بین کمیشتران و کمیسیون مستقل انتخابات، بارها نشست هایی که برگزار شد مولانا عبدالله چیز دیگر میگفت، رئیس کمیسیون چیز دیگر، چرا یک همه هنگی وجود نداشت بینشون؟ یک نهاد مثل کمیسیون مستقل انتخابات طوری که 7 عضو داره حتما اختلاف دیدگاه ها وجود می داشته باشه، اما این اختلافات با او سطح نبودن که این صدمه برسانه به این پروسه ملی. همیشه دیدگاهشان اختلاف داشتن، اما این بجای از اینکه مشکل ایجاد کنن همکاری نمودن با این پروسه. و مولانا صاحب هم عضو کمیسیون مستقل انتخابات هستن، یک کسی هستن که همه مردم او را بسیار خوب میشناسته و بنام نیک میشناسه و همچنان دیگه اعضای کمیسیون همیشه به خاطر منافع ملی مردم کار کردن و کوشش نهایی خود انجام دادن تا ای پروسه ملی به گونه درست به پیش بره و حق به حقدار سپرده شد. بله آقای صادق، دلیل از چی بود که بعد از آقای خانم نورستانی گفتن که زمانی که انتخابات برگزار شد 2-3 روز بعد ما نتایج اعلام میکنیم، اما حال دیدیم حتی 3 ماه در بر گرفت، ضعف در چی بود؟ دلیل در چیست؟ او فکر نکنم که رئیس گفته باشند که ما نتیجه انتخابات اعلان میکنیم، اونا گفته بودن که سطح مشارکت مردم ما اعلان میکنیم. امروی ما در انتخابات ما از تکنولوژی استفاده کردیم، کمپانی در ملک وعده سپرده بودن که در ظرف 24 ساعت اونا برای ما سطح مشارکت مردم در انتخابات مشخص میسازه، به خاطر که دیوایس هایی که ما استفاده میکردیم در 24 ساعت هم معلومات باید به سرور انتقال پیدا میکردن. به دیوایس ها ما سهولت انترنت و سیم کارت هم برشان فراهم ساخته بودیم، اما بدبختانه
مشکلات تکنیکی باعث ازی شدند که به درازا کشیده شد، حتی تا یک هفته معلومات به سرور انتقال پیدا نکردند. ما از کمپانی در ملوک خواستیم که اونا متخصصین خود به افغانستان روان کنند، دو انجینیر روان کردند و اونا مشوره دادند که توسط اس دی کارت ها معلومات از دیوایس به سرور انتقال پیدا کنه، او هم کمی که وقتگیر شدند. نورستانی صاحب که گفته بودند که در ظرف 3 روز با سطح مشارکت مردم که به چه تعداد مردم در انتخابات شرکت کردند، این را امرای مردم شریک می‌سازد. یعنی بیشتر مشکلات تکنیکی بود که بقدر درازا کشیده شد. بدبختانه ما شما در یک کشور زندگی میکنیم، اگر واقعیت‌های عینی اشاره کنیم، امیال در مرکز در 25 کیلومتری مرکز امیال شبکه‌های مخابراتی کار نمیکنه. ولایت میدان‌وردک در 25 کیلومتری کابل قرار دارد، در 24 ساعت 3 ساعت شبکه مخابراتی اوجا کار میکنن، چی برسه به اروزگان یا بدخشان یا مناطق بسیار دوردست و همچنان مخالفین مسلح دولت و دشمنان مردم افغانستان هم بسیار تلاش نمودن که پروسه را صدمه برسانه. اونا کوشش کردن که در روز انتخابات شما شاهد بودین که شبکه های مخابراتی حتی در اکثرت ولایت ها کار نمیکردن و یا هم به ده ها دیگه مشکل ایجاد کردن تا کمیسیون نتونن پروسه ملی را به گونه درست مدیریت کنند. اما به همکاری مردم افغانستان کمیسیون تانستند در 6 میزان انتخابات خوبی را برگزار کنند و انشالله که نتیجه انتخابات هم به مراتب بهترتر از نتایج قبلی انتخابات خواهد. تشکر، سلامت باشین. تشکر از حضورتان در برنامه. آقای زبیح الله سادات، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات. دوباره خوش آمدین. ادامه برنامه آغاز روز است. تلاش طالبان برای مشروعیت بخشیدنشان پس از توافق صلح. سیاستگزاران پیشین آمریکایی میگویند که طالبان از توافق صلح خوشحالند و به دنبال اعتماد سازی هستند. البته مهمان ما در وبسایت با ما هستند، احمد شاه محبی، فعال سیاسی در آمریکا. آقای محبی سلام، وقتت بخیر. میشه در رابطه با تلاش های صلح بگوین که این تلاش ها چقدر میتونه که نتیجه بخش باشه به خاطر آمدن صلح در افغانستان؟ سلام به شما برنده عزیز. قسمی که میدانیم تا 1.5 سال اخیر بعد از جون 2018 که یک آتش بسی 3 روزه در افغانستان صورت گرفت، امید به صلح، امید به مذاکره همچنان به واشنگتن و کابل دادند. هر نوع تلاش به خاطر آوردن صلح مفید می باشد، اما مشکل در شیوه می باشد و چی شیوه پیشبرد صورت بگیرد، چی از طریق مقامات امریکایی و همچنان در آینده از طریق حکومت افغانستان، رهبران سیاسی افغانستان. گام مثبت است، تا 18 سال جنگ طولانی برای امریکا، 40 سال جنگ برای افغان ها و افغانستان، رای نظامی به نتیجه نرسید. فکر میکنم هر نوع تلاش، هر نوع رای دیپلماتیک، مذاکره بهتر خواهد بود از جنگ. بله آقای محبی، یکی از شروط حکومت و امریکایی است که باید یک آتش بس صورت بگیره. فکر میکنین که طالبان موافقت کنن با یک آتش بس؟ فکر نمیکنم طالبان در شرایط فعلی با آتش بس راضی باشن، چرا که طالبا پشتی یک حیثیتی بین المللی هستند و حکومتشان در سال 2001 از بین رفت. سال 1996 تا 2001 حکومت کردن در جامعه جهانی و پشتی حیثیت میگردن، میخوان که پس طالبا در سطح بین المللی شناخته شوند به یک گروه سیاسی مانند گروه مثل حزب الله که در لبنان، نمیخوان که مانند یک گروه شورشی باشند. پس به او خاطر نقش طالبا در هر نوع مذاکرات مهم می باشد، اما مشکل است که پیش بینی شود، چرا که در طی 9 گفتگویی که در کشورهای مختلف صورت گرفت طالبا نیت درست نداشتند، صادق نبودند. گاهی مشکلات در عدم رهبری بین طالبا و سربازایشان یا جنگجوهایشان می باشد و بعضی وقتا مشکلات کشورهای بیرونی یا مداخلات و همچنان بعضی اوقات مشکلات در توافقنامه یا بعضی ماده های توافقنامه و تر مثال خروج نیروهای امریکایی و همچنان خارجی ها از افغانستان. مسائل مشکل اینه، چالش ها، موانع های زیاد وجود دارن، اما ای که طالبا میخوان صلح در افغانستان بکنن یا مذاکره بکنن، این سوالی است که باید سرش در گذشته ها اگر ببینیم تا 18 ساله ببینیم طالبا یک راه را همیشه محکم گرفتن و او راه خشونت، راه اهداف رسیدن به اهداف سیاسیشان هستند.
ببینید اگر طالبا در افغانستان جنگ ختم بکنن پس به وا چی ماند؟ از او خاطر وا نمیخوان با حکومت افغانستان مذاکره گفتگو بکنن. همیشه گفتگوهایشون گفتن ما با گروه های مجاهدین مذاکره میکنیم، گفتگو میکنیم، با حکومت افغانستان نه. خواهیم واضح و درست است که 18 سال از حکومت جمهوری اسلامی افغانستان میشه و کشور ایالات متحده آمریکا بنیانگذار حکومت فعلی میباشه. پس ادعای از ما درست است، چرا ما با رئیس جمهور یا حکومت وحدت ملی مذاکره بکنیم پس اینکه آمریکا امو به حساب جزگری واقعی در جنگ افغانستان خواهد بود؟ مشکلات زیاد است، میشه سرش صحبت بکنیم، اما طالبا خواهان مذاکرات هستند به خاطر اینکه میفهمند که نه وعده جنگ پیروز شدن و نه آمریکا و کشور جمهوری اسلامی افغانستان تانستن وارد در مبارزه علیه تروریسم در جنگ نظامی شکست بدن. پس یگانه گزینه ای مونده که هر کسی که حق سیاسیشان، منافعشان از آمریکا، حکومت افغانستان، طالبا مذاکره بکنن و ای از خودگذری بکنن و به یک نتیجه برسن، چرا که ادامه جنگ مشکل است و قربانی مردم افغانستان میشن. بله، یعنی آقای محبی، دید طالبان به خاطر آمدن صلح در افغانستان تغییر کرده، حال فکر میکنین یعنی اینا خواهان صلح در افغانستان هستن؟ فکر نمیکنم دید طالبان تغییر کرده باشه، به خاطری که وا یک دید دارن. دیدشون این است که ما هم حکومت اسلامی افغانستان رو قبول نداریم، مشکلات با مطبوعات دارن، مشکلات با دموکراسی، آزادی بیان، نقش خانما در پروسه سال، نقش خانما در حکومت اسلامی، یا مشکلات فرهنگی است، مشکلات اجتماعی است. همچنان وا مشکل دارن با قانون اساسی، خودشان کدام قانون اساسی ندارن که یا پیشنهاد بکنن، همیشه گمنام صحبت کردن. یک بازی های سیاسی است که در قطر، پاکستان، اندونزیا، کشورهای مختلف با مقامات امریکایی، با رهبران سیاسی افغانستان صحبت میکنن. یک مسئله واقعیت و اساس است که قربانی هر روز مردم افغانستان میشن. امی کنفرانس دوها بسیار بر رهبرهای سیاسی افغانستان وعده کردند که ما مدارس هدف قرار نمیدهیم، اما یک روز دو روز بعدش عملات خونین در افغانستان جریان یافت. از اون نقطه اگر ببینیم دید طالبا یا نیت طالبا نیت صلح نیست. اگر یک نقطه دیگر ببینیم، اهداف سیاسی موجود است. به اهداف سیاسی درست است که دید دارن و میخوان که در افغانستان صاحب قدرت باشن. ای که چه قسم قدرت اونو مشکل است، نه امریکا میفهمه نه در واشنگتن. بله، صدای ما را داری؟ آقای محیبی صدای ما را داری؟ خب آقای محیبی بودن که در رابطه با مشنوین آقای محیبی؟ بله بله. پروسه‌ای که گفتگوهایی که در قطر جریان داره، فکر نمیکنین که نتیجه مثبت داشته باشه به خاطر آمدن صلح در افغانستان؟ فکر میکنم نتیجه مثبت می داشته باشه. آقای خلیل‌زاد در مسیر خوبی روانه است، به این معنا که مذاکره با گروه های طالبا پیش از مذاکره نبودن مشوره میکنن با رهبران سیاسی افغانستان. فکر میکنم گام بسیار خوبی است، چرا که در سال گذشته همراه آقای امید کرزی مصوبت داشتم. یکی از موضوعی که با صحبت کردنی است که باید پروسه افغانی باشه، ما باید با طالبا صحبت بکنیم، وام افغانستان ما افغانستان. پس از این لحاظ اگر ببینیم راه مسیر آقای خلیل‌زاد راه خوبی است، مشوره با رهبران سیاسی افغانستان، زمامداران افغانستان و در عین زمان فشار سیاسی بالای طالبا. اما آقای محیبی، این گفتگوها در نو دور پروسه صلح هم گفتگو صورت گرفت، اما نتیجه که باید میداشت نداشت. حال چی تفاوت است که باید این نشست، این گفتگوها نتیجه خوب داشته باشه؟ خب قرار بود که در تاریخ 2 سپتامبر گذشته، یعنی چند ماه پیش، یک توافقنامه بین ایالات متحده آمریکا و طالبان امضا شد که در طی 135 روز در حدود 4000 سرباز ایالات متحده آمریکا از افغانستان خارج میشدند. این توافقنامه بعد صورت میگیرد. وقتی که یکی از سربازهای ایالات متحده آمریکا و تلفات ملکی در افغانستان در یک حادثه تروریستی اتفاق افتاد، این مذاکرات به لغو افتاد. پس اگر ببینیم در 9 ماه گذشته هیچ نوع کدام پیشرفت صورت نگرفته، همیشه طالبان رد کردن که با حکومت اسلامی افغانستان صحبت بکنن. خواهد یک نقطه میشه ببینیم، رای نظامی یا مبارزه علیه تروریسم ضد شورش از نقطه نظر نظامی در افغانستان ناکام بود.
آقای اشرف غنی در طی 4 سالشان در سی ان ان گفتن که ما 45000 سرباز نیروهای ائتلاف نیروهای افغان تلف شدن، شهید شدن. پس به این نتیجه می رسیم که یگانه راه راه مذاکرات است. قسمی که پیشتر گفتم ای که نیت طالبا صلح است یا سهم شدن در قدرت است، او را ما نمی فهمیم. اما ای که یک روزم صلح در افغانستان باشه، ای که به شکل سلامی صحبت بکنن، بهتر خواهد بود. اگر در وقتی که یک توافقنامه شاید یعنی چند روز صورت بگیره بین ایالات متحده آمریکا و طالبا، ای که یک جدول بندی خروج نیروها تمامش نه، شاید یک تعدادشان، اما میشه باز در آینده سرش تاکید صورت بگیره. فعلا در واشنگتن هم سریع تاکید است که باید یک آتش بس شرط اصلی باشه، شرط اصلی توافقنامه باشه. این دفعه متفاوت‌تر از این خاطر است که ایالات متحده آمریکا یک پالیسی یا یک اتخاذ تصمیم قوی‌تر نسبت به سابق نبودند. و قسمی که آقای ترامپ هم در بک‌گراند اشاره بودن که اگر صلح می‌خواین مذاکره میکنین، بین مذاکره بکنین، در غیر از اون امرات مذاکره نمیکنین. پس طالبان میره دیدن مشوره کردن که دیگر راهی به ما وجود نداره. پس مشکل است، پیش بینی مشکل است. چی شرایط سابق ببینیم در وقت حکومت کمونیستی و فعلا نو مار اگر ببینیم، تاریخ افغانستان غیر قابل پیش بینی است. یعنی در روزهای اخیر اگر ائتلاف هم جور میشه و ائتلاف از بین میره، عین شکل طالبان در این سیاستشون بسیار هوشیار هستند و بسیار محتاطانه پیش میرن. بله آقای محیبی، نقش کشورهای همسایه را به خاطر آمدن سال در افغانستان چگونه فکر میکنین؟ چقدر میتونه که تاثیر گذار باشه نقش کشور پاکستان و ایران؟ افغانستان سه مشکل اساسی است در افغانستان اگر ما ببینیم، از سه فاکتور. یکی داخلی است که داخلی آن مشکلات رهبرای سیاسی افغانستان، عدم سازششان، عدم رهبری، نیت طالبا، مشکلات فسادی داری، مشکلات زیاد داخلی است. یکی موضوع خارج از افغانستان یا پالیسی های کشورهای خارجی، کشورهای دخیل در افغانستان که صلح یا ختم جنگ در افغانستان مشکل شده. بدون شک که در افغانستان نقش کشورهای خارجی مهم است، بخصوص ایران و پاکستان. سرمنشه طالبا از پاکستان شروع شد، سرمنشه افرادگرایی از پاکستان شروع شد، حمایت مجاهدین و جنگ علیه کامونیسم از پاکستان شروع شد. این برمیخوره سالهای 1960 1970 وقتی که عربستان سعودی با گروه تبلیغاتی وهابیش در پاکستان شروع کردند. پس پاکستان یک کشور مهم در راستای صلح در افغانستان میباشد. اما باید اعتماد سازی بین کشور افغانستان و پاکستان صورت بگیره. این همیشه یک حادثه انتحاری که صورت میگیره، یا یکی از مانند دکتر نیکاراگا ژاپنی یا کشته شدن، همیشه ملامتی بالای پاکستان میره. خب این مشکلات به بار میره. باید در قدم اول یک اعتماد سازی بین مقامات افغان و پاکستان ایجاد شود که تا بتوانن همکار باشن. ای که پاکستان منافع خود در افغانستان چی میبینه و چقدر از این مذاکرات و سود میبرن، او هم باید در سر میز مذاکرات سرش صحبت شود. ای که آبهای افغانستان است یا صادرات زیادشان است، همش باید صورت بگیره که او بتوانن یک موقف درست و صادقانه در این داشته باشن. همچنان با ایران گروه های طالب هستند، مانند مهمانان نیازی در هرات، در جاهای مختلف، یا گروه های هستند که مقامات امنیتی و استخباراتی افغانستان خبر دارن، اطلاعات دارن که از طرف کشورها تمویل میشن. پس برمیخوره خط تمویل طالبا از طرف کشورهای خارجی و همچنان نیتشان صادقانه در مقابل افغانستان. اگر پاکستان، آقای سناتور لنزی گراهام یک از سناتورهای خوب امریکا یا اشاره نمودن هفته گذشته که ما با جنای غلط مذاکره میکنیم، مقصدش که است که ما باید با پاکستان مذاکره میکنیم، پاکستان رای حل در افغانستان است نه طالبا. خب پس یک سناتور امریکایی به این حد میگه که مشکل پاکستان است، طالبان است، یا رئیس جمهور ترامپ سال گذشته 300 میلیارد دلار میلیون به پاکستان یا به تعلیق آوردن، این برمیخوره ای که یعنی پاکستان در منبع تروریسم بخصوص در سرحد با افغانستان میباشن و طالبان را تمویل و تجهیز میکنن.
ببینید در قریه و قصبات افغانستان اطفال شستشوی مغزی میشن، به مدارس میرن یا چند سال بعد در سنگر میجنگن. این یک عدم رهبری بین طالبا وجود داره. بازو هم سربازا که پاکستان اگر رای درست انتخاب بکنه صادقانه با افغانستان امریکا پیش بره، بدون شک که تلفات ملکی در افغانستان کاهش خواهد یافت و مسئله افغانستان به یک رای خوبی یک صلح نسبی پیش آمد. همچنان با ایران، چین، فعلا روسیه کشورهای دخیل هستند، هر کدامشان منافع خود میبینن و ای که ایران چرا امریکا رو نمیخواه و در افغانستان چی سودی دارن ایران همه میدانن، مانند اون جنگ های ویتنام و جنگ سوریه و بین این یک جنگ غیر مستقیم یا به حساب انگلیسی پراکسی وار است. از او خاطر نقش اساسی دارن. این فاکتور دوم است. از او خاطر جنگ افغانستان همیشه مغلق‌تر، مشکل‌تر همیشه شده. افغان‌های را زیادتر خوبتر می‌دانند. همچنان در واشنگتن در آخر اگر تو بگم که پاکستان یکی از کلید اصلی صلح در افغانستان می‌باشه. بله. در طی 40 سال مردم افغانستان را خوبتر می‌دانند. بله. آقای محیبی، شما گفتین که پاکستان حتی پناهگاه حراس افغانان است و نقش بسیار کلیدی دارد در رابطه با پروسه صلح. گرچه پاکستان هم بارها تاکید کرده که ما از این پروسه حمایت میکنیم، اما در عمل نبوده، همیشه در گفتار. حال چگونه فکر میکنین؟ آیا اینا واقعا صادق هستند با کشور افغانستان یا سیاستشان در مقابل افغانستان تغییر کرده، خواهان صلح در افغانستان هستند؟ پاکستان اهداف ملی خود دارد. در افغانستان اگر ما مقایسه بکنیم تا 40 سال گذشته یا 30 سال اخیر مطالعه بکنیم، رهبرای افغانستان بسیار تن مقابل پاکستان صحبت نمودن، بسیار عجولانه صحبت کردن و همیشه پاکستان با بازی های استراتژیک خود قبر افغان ها را کندن. یعنی باید پاکستان طوری صورت بگیرد شکل دیپلماسی. وقتی دیپلمات های افغانستان از افغانستان به امریکا میان در واشنگتن، دیپلمات های پاکستانی میان میخوان که روی یک برنامه صحبت بکنن، همیشه افغان ها بسیار سریع صحبت میکنن، اتهام وارد میکنن. یعنی این رای درست نیست. ای که پاکستان میخوانه میخوان، هر کشور منافع خود داره. هیچ که خط دیورن است، ای آبهای افغانستان است، آبهای کنر است، صادراتشان است. ای که نمیخوان افغانستان قدرت قوی داشته باشه یا در گذشته نمیخواستن که اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان نزدیک به آبهای گرم هندوستان شوند. منافع زیادی داره پاکستان، هر کشور باید داشته باشه، اگر نداشته باشه او کشور در مشکل می باشه. یعنی افغانستان هم باید یارم مد نظر شوه. پاکستان اگر نمیخواد در افغانستان صلح نبیه، پس از خود منافع خود داره، نمیشه که همیشه متکی به پاکستان باشن. پاکستان یک کلیدی مهم، عنصر کلیدی در جنگ افغانستان، در آوردن صلح افغانستان است. اما مشکل است که بگم چرا امریکا هم همیشه فشارهای چین نظامی و سیاسی و همچنان اقتصادی را بالای پاکستان وارد کردن اما با نتیجه نرسیدن. یعنی این شکل که سوال شما اشاره نبودین، مشکل است که پیش بینی شود. اما یک رای خوب به خاطر امریکا در پالیسی امور خارجی امریکا، بخصوص در استراتژیش در بخش افغانستان، میشه تاکید زیاد بالای استراتژی جنوب آسیا صورت بگیرد. یعنی فشار نظامی، فشار اقتصادی، سیاسی، همچنان با هندوستان، پاکستان یک جا کار نمودن. چرا دیگر رای وجود نداره؟ پاکستان مدارس در کویته، در جاهای بسیار مختلف هستند که اطفال و همچنان کلانسالا را شستشوی از مغزی میکنن. پس پاکستان باید این مدارس افراطی را بسته بکنن. پاکستان باید صادقانه با رهبران افغانستان پیش برن و همچنان از رای صلح دیپلماسی موضوع دیورند است. هر چیز باید به شکل خوب واضح صحبت شود. آقای اشرف غنی دیروز گفتن که ما آبها را دیگر روان نمی کنیم. اینی کلمات باعث ضعف یک کشور، باعث دشمنی زیادتر میشه. اگر پاکستان همسایه است، خوب است یا بد است، باید روابط بهتر ایجاد شود. پس مشکل است که گفته شد پاکستان آیا در صادقانه پیش خواهد برن یا نه خیر. اما اگر ببینیم خرابی های سابق یا مشکلات، پاکستان همچنان 3 میلیون مهاجر در پاکستان را دادن که همیشه در صحبت هایشون گفتن که ما اگر در ضد افغانستان می بودیم یا ما بد می بودیم، ما 3 میلیون افغان پناه نمی دادیم. یعنی پاکستان همچنان گله های زیاد دارن از امریکا که ما در جنگ علیه شوروی شما رو ما همکاری کردیم، حالا چرا شما ما رو ملامت میسازین؟ پاکستان هم مشکلات زیاد داره. پاکستان هم یک از کشورهای زیر انکشاف یا کشورهای هستند که مانند کشورهای اروپایی یا کشورهای پیشرفته مثل چین نیستن. مشکلات زیاد دارن. اون رئیس جمهوری اسبقشان محکوم به اعدام شدن. پس
اونمو سر برمیخوره به حکومت افغانستان، رهبرای افغانستان، مردم افغانستان. به صلح گفتن صلح در افغانستان نمیه، بجزی که در عملی پیاده شد و ای که ایجاد سازش در یک حکومت خوب اختلافی یا انتخاباتی یا وحدتی. مشکل است پیش بینیش که پاکستان صادق نباشن یا خیر؟ بله آقای محیبی، نقش کشورهای امریکا، روسیه، چین در رابطه با آمدن صلح در افغانستان چگونه فکر میکنین؟ آیا جهان به خاطر از اینکه صلح در افغانستان بیاید به یک اجماع دست پیدا کردن؟ اینمی مشکل در واشنگتن هم سرش صحبت میشه چی برنامه های بحث و گفتگو و میزگرد بوده، همیشه فاکتورهای اساسی را سرش صحبت میکنن. چین از لحاظ اقتصادی در افغانستان فابریک های زیاد، در افغانستان صنایع زیاد، در افغانستان منافع خود را میبینه. ای که کشورها به چی نتیجه میرسن، اگر در لحاظ بین الدول ببینیم یا روابط سیاسیشان ببینیم، همشون خواهانی هستن که در افغانستان صلح بیان. ای که پشت پرده چی صحبت میشه، او را من نمیدانم، مردم افغانستان هم نمیدانن، مردم امریکا هم نمیدانن. اما اگر کوتاه ببینیم، در طی چند ماه اخیر همه کشورها ششتن صحبت کردن که ما باید یک راه گزینه خوبی را در افغانستان به پیش بریم. این برمیخوره به مردم افغانستان، به رهبرهای سیاسی افغانستان. امریکا ضامن صلح در افغانستان نیست، روسیه نیست، چین نیست، یا در حمایتگر صلح، تسهیلگر صلح یا گفتگوهای صلح هستند. پس برمیخوره به مردم افغانستان، رهبرهای سیاسی افغانستان، و خودشان جنبه عمل بگیرن و تطبیق بکنن. این برمیخوره اگر حقیقت است، چرا بس رسیدن به صلح نسبی یا صلح کامل یک خواب است برای فعلا. هیچ مردم افغانستان یا حکومت یا افغانستان نزدیک به اصول نشده. اگر این یک توافق نامه بین امریکا و طالبان صورت بگیره، این یک شروع گفتگوها خواهد بود. این که به چه زمانی ایالات متحده امریکا سربازایشون از افغانستان اخراج میکنن، او را کس نمیدانه. و مردم زیادتری با فکرهای مختلف هستند در واشنگتن، اینجا میگن که ما کی گفتیم که ما افغانستان اعلام میکنیم. این پس برای میخوره که شاید این چند سال در بر بگیره که یک تعداد سربازا از افغانستان اخراج شوند و ای که طالبان او را قبول دارن یا خیر، این طولانی و درازگیر است. و یک موضوع دیگه ای است که در افغانستان شهر کابل، شهرهای بزرگ نمایندگی از تمام افغانستان نمیکنند. پس موضوع سال گفتگوها با تمام اقشار جامعه، تمام ولایت ها سهیم باشند و مشکلات با شهر درست بدانند. چرا که اگر همیشه پروسه صلح مردم بازی بخورن، مردم فریب بخورن، پس یک خیانت ملی است. هرچه که امریکا، کشورهای روسیه، چین، کشورهای مختلف انجام میتن، تسهیلگری برنامه هستن. طالبان نمیخوان به حکومت افغانستان صحبت بکنن، میگن شما تمویل میشین از طرف کشورهای بیرونی. پس کشورهای بیرونی میگن خب ما تمویل میکنیم، ما 18 سال حکومت بنیان گذاریم، بیام روی ما صحبت کن چی میخواین. برمیخوره وی که طالبان میگن که شما از افغانستان خارجین، امریکا میگه شما خشونت کم بکنید در افغانستان. یعنی نقش گسترده دارن. مسائل زیاد است که سرش باید سرش تکیه بگیره. به نظر تو آقای محیبی، باید کدام طرح ها، کدام برنامه ها در نظر گرفته شود تا امی دید و بازدید ها، امی پروسه سال یک نتیجه مثبت دست پیدا کنه؟ خب اگر در قسمت ایالات متحده امریکا، باید تجدید نظر در پالیسیشون، استراتژیشون در افغانستان صورت بگیره. اوراق واشنگتن پوست که به نشر رسید موضوعی بود که اگرچه زیادتری کسا میدانستند تا 18 سال مشکلات زیادی وجود داشته، فساد به اوج خود رسیده، باید در سنای امریکا باید به شکل تحقیقی یا بررسی صورت بگیره از جنگ 18 سال امریکا در افغانستان، که باید چی پروسه یا چی استراتژی ما داشته باشیم، چی استراتژی ضد سروش، حکومت سازی، مبارزه علیه فساد و همچنان حمایت تعلیمی و زیربنایی در افغانستان. ای امریکا باید مجلس صنایش به نظر ما باید یک تحقیق یا بررسی صورت بگیره. و در قسمت افغانستان رسیدن به صلح، پیشتر هم اشاره کردم، یک حکومت واحد و پرقدرت نیاز است. وقتی که رهبران افغانستان سازش بکنن در ساختار یک حکومت خوب، یک حکومت قوتمند، در اون صورت میتونن که به شکل بسیار درست هم روی طالبان صحبت بکنن. طالبان میبینن ضعف حکومت افغانستان و مردم افغانستان هم. میبینن که نه یا قوت نظامی دارن و نه قوت مردمی و یا همچنان در بین خود جور نیستن. از خاطر میگم ما امروز شما چرا مذاکره بکنیم؟
ما 70% افغانستان پیش خود داریم، باز چرا برای شما مذاکره بکنیم؟ از اون خاطر از نقطه نظر یا فاکتوری افغانستان باید مردم حمایت از رهبرای واقعی و همچنان رهبران سیاسی سازش بکنند در بین خودشان، منافع افغانستان منافع خود بدانند. امریکا تا چی اندازه میتونه با شما کمک بکنه این همچنان صادق باشند. در واشنگتن در اینجا اگر از چی از سناتور پرسان بکنین یا یک تحلیلگر پرسان بکنین، همیشه جوابشون این است که ما نمیدانیم، کلید افغانستان خود افغان ها هستند، ما تا حدی هم کاری میکنیم. ببین امریکا نامده که افغانستان جور بکنه و در 18 سال امریکا منافع خود داشتن. جنرال مایک مالی لوی در سیز ایالات متحده امریکا امروز در صحبت هایشون گفتن که ما در جنگ افغانستان ناکام نماندیم، ما جلوگیری از یک حمله 11 سپتامبر دیگه کردیم. پس به این معنا که امریکا منافعشان مبارزه علیه تروریسم و محافظت منافع ملی امریکا می باشن و همچنان مبارزه علیه تروریسم و ایجاد یک دموکراسی در افغانستان. پس مبارزه علیه فساد در افغانستان، حکومت سازی، تاکید بالای استراتژی جنوب آسیا، تجدید نظر در استراتژی ایالات متحده امریکا، فشار نظامی و سیاسی بالای کشورهای همسایه بخصوص پاکستان و همکار جدید با روسیه، فکر میکنم راه های اصلی خواهد بود. و همچنان با طالبا در قسمی که پیشتر اشاره کردم یا نیتی ای دارن که باید حیثیت بسازن، وقتی که حیثیت سازی به خون و جان اطفال افغانستان باشه، پس نو مذاکرات به جای خود رسیده، نو گفتگوها به جای خود رسیده و امریکا هم باید به این زمینه پیش نره. یعنی نیت صلح باشه، واضح صحبت بکنن. و موضوع آخری را میخواست صحبت بکنم این است که رهبران افغانستان یا چیا خوب یا خراب یا از اقوام مختلف نقش اساسی دارن، از آقای گلبدین گرفته آقای حامد کرزی وزیرای سابق، همه باید در این مذاکرات شامل باشن. وقتی که یک توافقنامه بین ایالات متحده امریکا و طالبا با امضا میرسد، مرحله بعدیش تطبیقش زمانگیر است، در تطبیق ازی باید بسیار با خوب پیش برند. در غیر از او صلح یا رسیدن یا نزدیک شدن به صلح شاید یک خواب خود بود. بله تشکر، سلامت باشین. احمد شاه محبوبی فعال سیاسی در کشور امریکا با ما روی اسکایپ بودند که در رابطه با پروسه صلح حرفای داشتند. پایان آغاز روز، وقتتان خوش، خدا نگهدارتان.